بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز می خواهیم که یک مثال کار کنیم و این مثال ما از ما ایده خواسته که دو دانه قوه بالای یک چنگک عمل کرده و می خواهیم که این دو دانه قوه را به یک قوه یعنی مسئله زیر پیدا کنیم و همچنان وقت مسئله زیر پیدا کردیم می خواهیم که زاویهشون همراه محور X که چند درجه می سازم مسئله زی بودم پیدا کنیم. قسمی که ما در ویدیوی اول و دوم استاتیک خوانده بودیم که ما می توانیم که یک جسم به چی فرض کنیم؟ یک ذره فرض کنیم. ما این چنگک به شکل چی فرض می کنیم؟ به شکل یک نقطه فرض می کنیم. در اینجا فرض می کنیم که چنگک یک نقطه است و این نقطه توسط دو قوه کش می شه، قوه F1 و قوه F2. به خاطر آسانی کار ما چی می کنیم؟ شکل تبدیل میکنیم به شکل ساده و این انتقال میتیم به سیستم کمیت وضعی قایم. به این شکل اینجا شما میبینید ما قوه F1 اینجا انتقال دادیم به مو زاویه و همچنان به مو اندازه و همچنان قوه F2 که 150 نیوتن است ایرام اینجا انتقالش دادیم. حالا میخواییم ساده از این دادانه قوه چیه پیدا کنیم مرکبشه. به این شکل حالا میخواییم که یه ال کنیم، میخواییم اینجا قیمت ها را بتیم برش که زاویه کسته نسوال 15 درجه است و همچنان این زاویه 10 درجه. حالا ما میخواییم مرکبه ازی دو قوه را پیدا کنیم، یکی قوه F1 و قوه F2 را. حالا اول خط کش میگیریم به این شکل موازی با F2، از انجام قوه F1 شروع میکنیم به شکل اینجا موازی میریم اینجا که موازی شد تک. بعد از چی میکنیم؟ موازی با قوه F1 از انجام F2 موازی میریم به شکل بعد از او نقطه که اینجا مشترک هست بین مبدایش و بین انجام های زی به شکلی را چی میکنیم؟ وصل میکنیم. پی میشه وکتور آر ما یا مو مسئله ما. حالا ما میخواییم که بخاطر دریافت مسئله مقدارش چی میکنیم؟ ما به یک زاویه ضرورت داریم، به این زاویه که اینجا میسازه به این زاویه ضرورت داریم. بخاطر دریافت از این زاویه چی میکنیم؟ ما یک خطکش هم میگیریم در این قسمت یک خط رسم میکنیم به این شکل خط و همچنان به طور افقی ما یک خط رسم میکنیم به این شکل به طور افقی همچنان یک خط رسم میکنیم اینجا. حالا که دوزان رسم کردیم فرض کنین این زاویه 15 درجه است و این زاویه همچنان چی میشه؟ 15 درجه میشه. به خاطر که این زاویه همراه این زاویه چیست متقابل بالرأس است، هیچ چی هم میشه یا میشه 15 درجه. و همچنان وقتی که این زاویه 10 درجه بود ما میخواییم که قوه را چی کنیم؟ انتقال بتیم به اینجا، یعنی این قوه همراه از این قوه چیست؟ F دوسته، یعنی اینجا کسته یا F دوسته. وقتی که این قوه F دو در اینجا 10 درجه میسازه در اینجا 10 درجه میسازه به این شکل این میشه 10 درجه. قسمه که در این شما میبینین این زاویه بین قایم است 90 درجه است به این شکل. حالا ما میخواییم که این زاویه رو پیدا کنیم از اینجا تا اینجا، این هم میگیم زاویه تیتا. قسمه که شما در شکل میبینید تیتا مساوی میشه به 15 درجه جمع 90 درجه جمع 10 درجه. نشته میکنیم 15 درجه جمع 90 درجه و جمع 10 درجه، تیتا مساوی میشه به 115 درجه. این شده تیتا ما. حالا ما وقت تیتا را پیدا کردیم چی میکنیم؟ به بسیار سادگی میتونیم که
قیمت آره پیدا کنیم. قیمت آره از قضیه کوساین استفاده میکنیم به این شکل که ما قضیه کوساین خوانده بودیم که آر مساوی میشه به جذر. اف دو مربع جمع اف یک مربع. اف دو مربع جمع اف یک مربع منفی دو اف دو ضرب اف یک با ضرب کوساین تیتا. به این شکل ما فرمول داشتیم که میتونیم قیمت آره از این فرمول پیدا کنیم. آره قیمت آره در این فرمول اضافه میکنیم، ما آره ما مساوی میشه به جذر اف دو ما که 150 نیوتن مربع جمع اف یک ما 100 نیوتن مربع منفی دو ضرب اف دو 100 150 نیوتن ضرب اف یک هم 100 نیوتن ضرب کوساین هم زاویه چند است؟ کوساین پیشتر پیدا کردیم، کوساین 115 درجه. از اینجا که ما آر پیدا کنیم، آر میشه 213 نیوتن. این شد یک جواب ما که ما دو مرکبه را تبدیل کردیم به چی؟ مسئله. این شد یک مسئله قوه به شکل. حالا قسمی که شما به شکل میبینین که ما میخواییم که در اینجا این زاویه را پیدا کنیم که زاویه که امی مسئله امرای چی جور کرده؟ امرای محور x جور کرده. به این شکل ایره پیدا کنیم، ایره به نام فی میگذاریم، میخواییم فی را پیدا کنیم. اول به خاطر پیدا کردن فی ما باید از اینجا این زاویه را پیدا کنیم که مسئله امرای مرکبه داره. به این شکل یک زاویه جور میکنه، زاویه گاما. حالا ما میخواییم ما که زاویه گاما رو پیدا کنیم، اول نشته میتونیم کده که ساین گاما بر ضلع مقابل گاما چی است؟ ضلع مقابل گاما اف دو میشه. نشته میکنیم ساین گاما بر اف دو ای مساوی میشه به چی میکنیم؟ ساین از زاویه رو میگیریم، یعنی ساین تیتا بر مقابل ساین تیتا چیسته؟ مقابل از زاویه ضلع آر قرار دار. نشته میکنیم آر. حالا میتونیم قیمت ها رو وضع کنیم در این فرمول. ساین گاما خودش نامعلوم است بر ما، اف دو معلوم است، اف دو ای قوه است یا ای قوه، اف دو قیمتش 150 نیوتن است، ای مساوی میشه به ساین تیتا. ساین تیتا رو ما قیمتش بیشتر پیدا کردیم که چند شده که ای تیتا میشه 115 درجه. نشته کده میتونیم که ساین 115 درجه بر آر قیمت آرام پیدا کنیم 213 نیوتن. حالا از اینجا که بخواییم ما قیمت گاما رو پیدا کنیم، گاما مساوی میشه به آر که ساین 150 ضرب ساین 115 بر 213. از اینجا گاما مساوی میشه به 39.8. بعد از این وقت گاما رو ما پیدا کردیم چی میکنیم؟ اینجا خو اصلی چیزی که ما میخواییم فیسته، فی مساوی میشه به در شکل که شما میبینید فی مساوی میشه به 500 جمع گاما. ما نشته کده میتونیم که فی مساوی میشه به 15 درجه جمع گاما. فی مساوی است به 15 جمع 39.8. حالا که داره جمع کنیم فی مساوی میشه به 54.8 درجه. این شد قیمت زاویه فی. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.